در الگوی زیر شکل هفتم از چند تا دایره تشکیل شده خب وقتی بحث الگو میاد میشه من یه جدول تشکیل میدم معمولا یا سعی میکنم از روی شکل پیدا بکنم که چه اتفاقی داره میفته من شکلمو میام نگاه میکنم و اینا رو سعی میکنم بنویسم شکل اول من یه دونه دایره داره برای شکل دوم مینویسم شکل دوم یه دونه دایره قبلی رو داره دو تا ردیف تایی دایره بهش اضافه شده یعنی دو ضرب داره سه برای شکل سوم هم هم میام نگاه میکنم میبینم که یه دونه دایره قبلی رو داره دو تا ردیف ستایی قبلی رو هم دوباره داره چه چیزی بهش اضافه شده دو تا؟ ردیف پنجتایی دایره خیلی خوب من از کجا قراره بدونم تو شکل هفتم چند تا از این جمله ها قرار اضافه بشه شکل اول کلا یه ردیف داره شکل دوم یه ردیف دیگه بهش اضافه شده یعنی دو تا جمع شکل سوم سه تا جمع و همینجوری اگر نگاه بکنم حتی میزم شکل هفتم قراره تا هفت تا جمله هفت تا از این جمع برم جلو این عدد چه خاصیتی دارن؟ عدد فرد هستن یعنی بعدی این قراره هفت باشه پس من این عدد شروع میکنم نوشتن یک رو باید داشته باشه دو ضرب در سه رو باید داشته باشه دو ضرب در پنج رو باید داشته باشه دو ضرب در هفت رو باید داشته باشه تا الان چند تا رفتم جلو یک دو سه چهار باید تا هفت برم جلو یعنی یه دو ضرب در نه باید داشته باشیم این شدش پنج تا یه دو ضرب در یازده لازم دارم دیگه چی لازم دارم یه دو ضرب در سیزده خب این عدد رو جمع کنم به جوابم میرسم یه دونه با 6 ش... تا این 7 10 تا دیگه اضافه کنم 17 14 تا به 17 اضافه کنم 31 18 تا به 31 اضافه کنم 49 به 49 اگه 22 تا بخوام اضافه بکنم میشه 61 نه عذر میخوام میشه 71 26 تا دیگه هم بهش اضافه بکنم میشه 97 گزینه 3 جواب هستش